درود بر شما، محمد صفی هستم از مجموعه پی ال سی وان، در خدمت شما هستیم با ادامه آموزش پی ال سی دلتا. خب در اینجا میخوایم در مورد دستور ATMR1 دیگه صحبت بکنیم. این دستور تقریبا مشابه همون TMR یا تایمر کار میکنه. قبل از اینکه ATMR رو بگم، من تایمر رو خدمتتون یه بار دیگه توضیح میدم. ببینیم، ما مثلا یه کانتاکت ورودی داشتیم، مثلا M1 میگفتیم TMR، مثلا T2 کای مثلا 65، درسته؟ یا عدد می‌داشتیم، یا اینکه مثلا می‌گفتیم دی، می‌گفتیم دی مثلا 14. حالا این دی 14 یا از روی HMI مقدارش داده می‌شد با 0.1 ثانیه ثابت زمانی 100 میلی ثانیه، یا اینکه نه شما یه عدد ثابت رو میده دیگه، مثلا میگم کای 75 که میشه چقدر؟ میشه 7.5 ثانیه، درسته؟ خب پس کنتاکت M1 TMR T2 کای 7.75 که میشه 7.5 ثانیه. خب بعد میامدیم چیکار میکردیم؟ برای اینکه از این تایمر استفاده کنیم، توی خط بعد شماره تایمر رو به کنتاکت میدادیم، میگفتیم تایمر 2 بیاد چیکار کنه، مثلا ست کنه وای 5 رو، یا اوت کنه مثلا وای 2 رو، وای 1 رو مثلا. خب اگر اوت بکنه انیبل غیر فعال بشه، این خروجی هم غیر فعال میشه. اگر ست بکنه که باز یه پایه یه خط برای ریستش باید برنامه بنویسیم. خب من اینجا تا اینجا برنامه رو سیو میکنم و دانلود میکنم ببینیم که به چه صورت عمل میکنه. خب ببینید، من اگر M1 رو فعال بکنم، تایمر شروع میکنه به کار کردن. اگر قبل از 7.5 ثانیه انیبل غیر فعال بشه، تایمر دیگه به کار خودش ادامه نمیده. اگر بخواد به کار خودش ادامه بده، ما میتونیم M1 رو بدیمش به یک مثلا، یا X1 رو بدیمش به مموری که ستش بکنه، مثلا لبه بار رونده X1 ست کنه M5 رو، M5 رو بدیم به تایمر که اگر 60 بود و 60 غیر فعال شد، تایمر به کار خودش با اون ست مموری ادامه بده. حالا فرض برای این میگیم که ما M1 رو فعال کردیم، فعال میمونه تا 7.5 ثانیه بشه و بعد این کنتاکت باز تایمر 2 فعال میشه و میبینید که وای غیر فعال میشه. چون اینجا اوت شده، من اگر M1 رو غیر فعال کنم، شما میبینید که وای 1 غیر فعال میشه. یه بار دیگه تایمر انیبلش فعاله، میشموره 7.5 ثانیه که شد زمانش، میاد به ما خروجی میده. خب ببینید، ما توی این دستور تایمر اومدیم از کنتاکتش اینجا استفاده کردیم، یعنی تایمر رو اینجا گذاشتیم از کنتاکت استفاده. حالا ممکنه یه برنامه نیاز باشه شما از کنتاکت بستش استفاده کنیم، مثلا می‌بینی LDI تایمر 2 میاد یه کاری رو برای شما انجام میده، مثلا ست میکنه، اوت میکنه، موو میکنه، حالا من خیلی کارش مهم نیست. خب توی دستور ATMR در واقع این کنتاکت رو بردن تو دل تایمر، یعنی ترکیبی از اند و تایمره. چیکار کردن؟ کار راحت کردن، اومدن گفتن که شما اگر ATMR استفاده میکنی، منظور اند و تایمره، یعنی ترکیب اند و تایمر، اون کنتاکت هم شاملشه. میگه خب حالا یک تایمر به من بگو، مثلا من میگم تایمر 5 که ثابت زمانیش با اون T2 یکی باشه، خب کای 75 هم استفاده میکنم براش، درسته؟ خب ببین چجوری شد ATMR T5 کای 75. من عددشو مثل عدد بالایی گذاشتم، میخوام شما ببینید که زمانی که در واقع خروجیش فعال میشه با تایمر بالایی یکیه. خب خروجیش مثلا اوت میکنه، ببینید دوباره مثل قبل اوت میکنه، مثلا وای 4 رو، درسته؟ اوت میکنه وای 4 رو. انیبلش هم همون M1 باشه که در واقع با هم فعال بشه و با هم غیر فعال بشه. خب پس ببینید، یه چیزی شبیه این دستور، شبیه دستور مقایسه شد. ببینید دستور مقایسه میواد چیکار میکردیم؟ گفتیم LD مثلا مساوی دی 4 کای مثلا 6، یعنی توی یه خط میومد دستور مقایسه رو می‌نوشتیم. اینم تقریبا شده مثل این، درسته؟ خب حالا با هم دیگه تستش میکنیم ببینیم که عمل کردش به چه صورته. برنامه رو دانلود میکنم. خب الان دو تا تایمر دارم، یه تایمر 2 و یه تایمر 5.
مقدار زمانشون هر دوتا 7.5 ثانیه هستش، انیبلشون هر دوتا M1، تایمر 2 و 5 هر دوتا هم ثابت زمانشون 100 میلی ثانیه هست. یعنی این 75 که اینجا قرار داره بعد از مدت، یعنی 75 ضرب در 100 میلی ثانیه میشه که میشه 7.5 ثانیه. ببینید من M1 رو فعال میکنم، هر دوتا داره کار میکنه، M1 رو غیر فعال میکنم، هر دوتا غیر فعال شد. پس عمل کرده TMR و ATMR از نظر انیبل دقیقا مثل همه. حالا صبر میکنم که 7.5 ثانیه بشه. ببینیم هر دوتا تایمر همزمان خروجی دادم. حالا غیر فعال بکنم، هر دوتا هم اون خروجی که در واقع تایمر رو داده بودن غیر فعال میشه یه بار دیگه. پس ATMR هیچ فرقی با TMR نداره، فقط اون کنتاکتی که ما از تایمر 2 این خط پایین اومدیم گذاشتیم و یه کاری رو انجام دادیم اونو روبرش می‌نویسید دیگه. در واقع انگار دستور تایمر میره توی یه خط دیگه، نیاز نیست که دو خط ما اشغال بشه در برنامه‌مون. پس اگر خواستیم تایمر رو توی یه خط بنویسیم میتونیم از دستور ATMR استفاده کنیم که یه بار دیگه خدمتتون عرض می‌کنم، اون A که اوله هست به معنی در واقع ترکیب AND و تایمر هستش که شما به این صورت حالا به فراخور نیاز در پروژه های خودتون میتونید استفاده کنید. پیروز باشید.